واکنش ها به حملات لندن که سه کشته و دستکم کم 20 مجروح بر جای گذاشته ادامه دارد. مقامات برخی از کشورهای جهان از جمله آمریکا و فرانسه این حملات را که در نزدیکی پارلمان صورت گرفته محکوم کردند. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید در همین رابطه اعلام کرد که نشستی با رئیس جمهوری آمریکا برای بررسی این حملات و آخرین اخبار در این باره برگزار شده از سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا حمایت کامل خود را از شهر لندن پادشاهی و دولت بریتانیا برای پاسخ به این حملات و مجازات عاملان آن اعلام می کند. مقامات فرانسه نیز همبستگی خود را بلافاصله پس از این حملات با بریتانیا اعلام کردند شان ماک ایرو وزیر خارجه این کشور با اشاره به محل وقوع این حملات گفت این حمله با خشونت های زیادی همراه بوده و مردم را در یک مکان سمبولیک یعنی پارلمان بریتانیا و محل دموکراسی این کشور هدف قرار دادند و این معنا است اتحادیه اروپا نیز که به زودی مذاکرات خروج بریتانیا را با این کشور آغاز می کند این حملات را محکوم کرده است ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به سالگرد حملات تروریستی بروکسل گفت اینکه حمله در لندن درست در این روز صورت گرفته مرا به شدت تحت تاثیر قرار قرار داده است حال کسی را دارم که هیچ کلامی را نمیتواند برای بیان احساسش از این اتفاق پیدا کند uh, deeply, uh, هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است